زوزه های امام جمعه خامنه ای در قم از اعتبار جهانی مجاهدین و کمک تسلیحاتی به ارتش آزادی سوریه. آخوند بوشهری امام جمعه خامنه ای در قم در واکنش به گزارش های کمک تسلیحاتی به ارتش آزادی سوریه و از اطلاع موقعیت بین المللی مجاهدین و مقاومت ایران زوزه سرداد و گفت: آیا شما واقعا طرفدار حقوق بشر و ضد تروریست هستید؟ خب این مردم ما با کارنامه ننگین شما که آشنا هستند تو سوریه چکار دارید میکنید؟ مزدور دارید تربیت میکنید؟ امکانات در اختیار همین تروریستایی قرار میدید؟ شما ضد تروریست هستید حقیقتا؟ شما منافقینی که امروز تو کشورهاتون تو سازمانهای بین المللی راه براشون باز کرده اید اونجا نطق کنن سخنرانی کنن، شما ضد تروریست هستید؟ کابوس بی پایان سرنگونی رژیم ولایت فقیه در سالگرد عملیات بزرگ فروغ جاویدان مرداد 1392. همساله در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان که لرزه سرنگونی را بر ارکان دیکتاتوری ولایت فقیه انداخت، یادآوری این کابوس سراپای رژیم را می لرزاند. رژیم و مزدورانش تلاش می کنند با یادآوری صحنه‌های این عملیات بزرگ و پیشروی رزمندگان ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه و فتح شهرهای کرند و اسلام آباد غرب و چشمانداز سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به مزدوران پاسدار و بسیجی خود هشدار داده و شرایط پیش روی رژیم را به آنها گوشزد کنند. به گوشه‌هایی از اعترافات سرکردگان سپاه و نیروهای نظامی رژیم درباره عملیات بزرگ فروغ جاویدان توجه فرمایید. خبرگزاری حکومتی مهر، 3 مرداد 92. محمد جواد زمردیان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان گفت: پس از غروب آفتاب خبر رسید که دشمن شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و کرند غرب را به تصرف درآورده و شهر اسلام آباد در معرض سقوط قرار گرفته است. بلافاصله جلسه‌ای در ستاد لشکر با حضور فرماندهان گردان‌ها برقرار شده و مقرر شد تا فرمانده اطلاعات یگان برای بررسی وضعیت منطقه راهی شهر اسلام آباد شود. زمردیان افزود: فرمانده اطلاعات یگان در ورودی شهر شاهد تراکم بیش از حد خودروهای مردم و حتی هزاران نفر از اهالی شهرهای کرند و اسلام آباد شد. وی کمی جلوتر با ستونی از دشمن که هنوز هویت آن معلوم نبود برخورد کرده و با شلیک به سمت خودروی وی که پلاک سپاه بر روی آن نصب بود، در حالی که مجروح شده بود، مجبور به ترک منطقه می شود. وی گفت: با مراجعت وی به پادگان 60 نفر از نیروهای واحد اطلاعات عملیات سازماندهی می شوند که البته یک سری از نیروهای معارض عراقی که از غرب راهی جنوب بودند نیز به جمع آنها پیوسته و درگیری تا اوایل بامداد روز 4 مرداد ماه ادامه پیدا می کند که البته به دلیل اتمام مهمات و کمی نیروهای خودی و همچنین کثرت نیروهای دشمن مجبور به عقب نشینی می شوند. به گفته زمردیان ساعت 5 بامداد روز 4 مرداد صدای حرکت تعداد بیشماری از خودروهای عادی، مکانیزه و زرهی به گوش می رسید و رزمندگان به ناگاه مشاهده کردند که صدها دستگاه خودرو از گردنه حسرآباد سرازیر شده و مانند ماری زهراگین به سمت تنگه چارزبر در حال حرکت هستند. در این زمینه صیاد شیرازی طی سخنانی در سال 77 می گوید: وقتی با هلیکوپتر داخل تنگه رسیدیم، دیدیم خاکریز زده شده و یک عده پشت سنگر دارن می جنگند. گردانی بوده از تیپ 32 همدان توی مسیر با منافقین مقابل می شوند و سریع خاکریز می زنند و می روند پشت خاکریز. 50% این گردان شهید می شوند. همچنین سرکرده ی هوانیروز رژیم در استان کرمانشاه
ضمن اعتراف به خطری که پیشروی‌های یکانهای ارتش آزادی بخش ملی متوجه تمامیت دیکتاتوری آخوندی کرده بود، گفت عملیات مرساد یک عملیات مهم برای کشور بود. نیروهای هوانیروز نیز در کنار سایر نیروها در این عملیات به دفاع و مقابله با مجاهدین پرداختند و مجاهدین را سرکوب کردند. قربانی نقش این عملیات را در حفظ کیان اسلامی بسیار استراتژیک دانست و گفت اگر مجاهدین می توانستند کرمانشاه را تصرف کنند، به دنبال آن ممکن بود به پایتخت نیز دسترسی پیدا کرده و کشور به اشغال در می آمد. خبرگزاری رسمی رژیم نیز روز سوم مرداد 92 نوشت به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عملیات مجاهدین با عنوان فروغ جاویدان در واقع حرکتی کاملا سازماندهی شده برای به کارگیری تمامی توان و نیروهای این گروهک، اهم از نیروهای حاضر در عراق و اعضای مقیم اروپا و دیگر کشورها انجام شد. بر اساس این گزارش، شرایط خاصی که در داخل کشور به وجود آمده بود به جهت پذیرش قطعنامه 598 و برخوردهای تند و خصمانه خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران در سوم مرداد ماه 1367، اعضای این گروه از خاک عراق وارد ایران شدند و تعدادی از شهرهای استان کرمانشاه از جمله سرپل ذهاب، کرند و اسلام آباد غرب را به تصرف خود درآوردند و به سمت شهر کرمانشاه مرکز استان حرکت کردند. آنها به سرعت از جاده اصلی به طرف کرمانشاه حرکت کردند.